أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وقيبة ولينا وكسوة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا. السلام دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و محترم، امیدوارم حالتون خوب باشه، ساعات و لحظات خوبی داشته باشید. خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم این مصیبت عظیم رو تسلیت عرض میکنیم که ما بودیم به شاهد توهین و جسارت به پیغمبر گرامی اسلام جد آقا امام زمان بودیم. تاریخچه مبارزه با اسلام به دوران صدر اسلام و اون زمانی که رسول گرامی اسلام بلند شدن و فهمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا برمیگرده. در زمان رسول گرامی اسلام مبارزات شدیدی بر علیه پیغمبر گرامی اسلام اومد و انجام شد، اما یریدون لیطف نور الله به افواهم و الله متم نوره. خدا نور خودش رو تموم میکنه، دین خودش رو یاری میکنه. جا الحق و ذاق الباطل ان الباطل کان زهوقا. محاصره های اقتصادی که بر علیه پیغمبر گرامی اسلام انجام دادن و پیغمبر گرامی اسلام در اون شرایط بسیار سخت با حمایتی که حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه صلوات الله و سلام علیهم داشت تونستن از اون بره نجات پیدا کنن. اذیت ها، آزارهایی که مسلمان ها رو می آمدن و اذیت آزار می کردن، مبارزه علمی با رسول الله که پیغمبر گرامی اسلام در سرزمینی اومد و مبعوث شد که بویی از علم در اونجا نبود، اما تمدن و پایه‌گذار تمدنی شد که تمام تمدن ها رو تحت تاثیر خودش قرار داد و یک تمدن قوی و پویا و زنده رو پایه‌گذاری کرد. که شما نگاه بکنید و وقتی که بررسی میکنیم تاریخ رو از نگاه کلی، اون وقت متوجه میشیم که اسلام چه دین الهی و چه دین عظیمی هستش. مقابله علمی با حضرت که مشرکان میافتن سوالهایی رو میابردن از یهودی ها و سوال میکردن و موافق توقعی که داشتن از پیغمبر گرامی اسلام جواب میشنیدن. همیشه یکی از راهکارهای دشمن این بوده که حزب فیزیکی بکنه و به قتل برسونه، به شهادت برسونه، که در رابطه با پیغمبر گرامی اسلام هم این بود. البته نظریه که پیغمبر شهید شد اون هم جای خودش ثابت هستش، اما در اون برهه‌ای که حضرت در مکه به سر می بردن و قصد کردن که مسلمان ها رو به شهادت برسونن، یه سری از مسلمان ها هجرت کردن به حبشه و هجرت رسول گرامی اسلام. باز هم ما شاهد هستیم برای اینکه اسلام رو زمین بزنن تمام سران کفر جنگ احزاب رو راه میندازن، قبل از اون جنگ احد رو راه میندازن، جنگ های دیگه رو که راه میندازن. یعنی تمام سرانی که مخالف با اسلام هستن، مشرکان، یهودیان، رومیان و بدترین دشمنان اسلام، کسانی که یهودی هستن، کسانی که مشرک هستن و در قالب و در ماسک مسلمان میان، به اسم اسلام میان اما منافق هستن. تهمت‌های مختلف، شبه افکنی‌های مختلفی بر علیه پیغمبر گرامی اسلام داشتن. ما وقتی که تاریخ رو بررسی میکنیم متوجه میشیم عظمت شخصیت پیغمبر گرامی اسلام، البته عظمت و مقام نورانی اهل بیت جای خودش. تهمت دادن پیغمبر ساحر، پیغمبر کذاب، پیغمبر کاذب، پیغمبر مجنون، پیغمبر مسحور هستش، سحر زده هستش. یعنی تمام دشمنان با هم دست به دست هم میدن پیغمبر گرامی اسلام رو و اسلام رو زمین بزنن، اما نمیتونن. هر مبارزه‌ای بگید انجام دادن. و اینکه پیغمبر توانست قیام الله داشته باشه و پایگذار تمدنی به نام تمدن اسلامی باشه که شرق و غرب رو فرا بگیره و همه انسان ها مدیون این تمدن هستن، همه انسان ها، مسلمون و غیر مسلمون، تو بحث امام صادق علیه السلام مقدارش رو عرض کردیم. اومدم مبارزه کنم، مبارزه علمی با شعر اومدم مبارزه کنم، با تحریم ها، تحریم های سیاسی، تحریم های اقتصادی، جنگ و ترور، اما نتونستم. در مبارزه علمی با حضرت و اهل بیت عصمت و طهارت شما مباحث مختلفین ببینید شأن نزول سوره کهف چه چیزی بودش،
بحث مباهله‌ای که حضرت با مسیحیان و نجران اومدن انجام دادن که با کتاب‌های خودشون، تماماً با کتاب‌های خودشون مستدل اومدن و علم خودشون رو نشون دادن که ما معتقد هستیم امام زمان تعالی وجه شریف میاد چگونه و چه معجزه‌ای میاره. او تمام معجزه‌های تمام انبیا رو در دست داره و چیزی دارد که هیچ کدوم از انبیا نداشتن. او معجزه علمی داره. تمام متفکرین، تمام پروفسورها و تمام دکترها، تمام علما وقتی که بیان پیش او بی سوادن، میفهمن بی سوادن، علمی ندارن. مبارزه علمی حضرت در بحث مباهله. امیرالمومنین علیه السلام که افراد مختلفی از کشورهای مختلف می آمدن برای اینکه با پیغمبر اسلام رو زیارت کنن و سوال بپرسن ببینن اگه پیغمبر ایمان بیارن، اما میدن پیغمبر دنیا رفته، چه کسی از جانشین او؟ و بعد نتیجتا به امیرالمومنین علی علیه السلام می رسیدن و او جواب می گفت. مناظراتی که آقای امام جواد علیه السلام در سن کودکی، در سن 9 سالگی داشتن، مبارزاتی که آقا امام رضا علیه السلام داشتن، آن کسی که به عنوان عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستش که بسیار معروف هستش که برمی داشت خلیفه عباسی تمام اهل کلام و علما رو جمع میکرد برای اینکه یه مقداری از شأن آقا امام رضا کم بشه، اما نمیتونستن کم بکنن. حتی در علومی که علوم غیر مذهبی هستش، مدعا ولی الهی که چیدمان عالم هستی رو میدونه میتونه جواب بده. منجمی رو میآوردن، طبیب ها رو میآوردن که از رساله ذهبیه رو مینویسه و اسلام اومده ما رو تعالی بخش تعالی انسان به علم هستش و نداشتن اون علمی که باید از حضرات اهل بیت نشون بدن، اسرار و حکمت‌های نهفته‌ای در عالم هستی، شناسوندن مخلوقات به انسان‌ها که انسان با شناخت مخلوق پی به خالق میبره. این موجودات به چه نحوی هستن؟ ما فکر نکنید الان انسان‌هاش موجودات رو شناختن. از متخصصین در بحث مثلا آناتومی بدن و کلیه پرسید میدونید ماهیت این کلیه چطوری است؟ چگونه این جسم کوچک این گونه عمل میکنه؟ نمیدونم. یه گزارشی میدن این اتفاق میفته، اما چطوری قابل توجیه نیست براشون. حتی یه مولکول، حتی یه سلول، حتی یه اتم، حتی یه کوارک، هیچ کدوم اینا رو نمیتونن بفهمن، متوجه نیستن. و امام زمان وقتی که میاد بعد اینکه تمام معجزات رو داره، معجزه علمی خودش رو از 27 کلمه علمی تا قبل ظهور امام زمان دو حرفش میاد. این به من امید میبخشه که باید تو زمان ظهور باشم. علم اون موقع است، شروع تاریخ اون موقع است، به خلاف غربی ها که الان میگن علم تموم شد، پایان علم، پایان تاریخ، پایان همه چی، تماما در یأس خود فرو میرن. اما ما امید داریم، امید داریم. تازه تاریخ شروع نشد، تازه علم شروع نشده، هیچی شروع نشده، تازه بعدا شروع میشه با وجود نازنین پیغمبر. نگاه کنید چقدر جنگ راه انداختن و همه کفر دست به دست هم شدن، اما خدا وقتی که پشتیبان کسی باشه او تنها نیست، خدا خدای تمام موجودات با او است. مگه او شکست میخوره؟ جنگ خندق، جنگ احزاب، جنگ تبوک، جنگ احد، با امیرالمومنین هم این جنگ ها رو راه انداختن، جمل و نهروان و صفین و با بقیه اهل بیت عصمت و طهارت. گذشت در دوران اهل بیت باز همین جنگ ها ادامه داشت، جنگ های صلیبی و جنگ هایی که برای کشورگشایی و استثمار کشورهای اسلامی اومد و انجام شد. منتها بدونید هرگاه اینها جنگ راه بندازن شکست میخورن. اینا وقتی که با نقاب نفاقشون بیان جلو میتونن نفوذ داشته باشن. بزرگترین کشورهای استثمار کننده بقیه انسانها اسپانیا، فرانسه، آمریکا، روسیه، انگلیس، ببینید تمام کشورها رو پنجه انداختن تو اونجا و فقر و فساد و بیچارگی و تو ایجاد کردن بازاری برای مصرف کالاهای خودشون اونجا فراهم بودن. خنده داره، میان میگن که اسلام دین خشونت هستش. بابا همین الان شما نگاه بکنید تو همین چند سال، افغانستان، عراق، افغانستان یه بار شوروی، یا
یا بالا آمریکا، عراق رو نگاه بکنید، فلسطین رو نگاه کنید، بوستی رو نگاه کنید، غزه رو نگاه بکنید. تمام کلمات جاشون رو با هم عوض کرده. حقوق بشر میگن، اما حفظ حقوق منافع یک سری انسان‌های باجگیر، قلدر، آزادی بیان میگن. آزادی بیان یعنی آزادی بیان برای هر چیزی که به نفع ما هستش. احترام متقابل میگن، همون احترام متقابل تا وقتی که ما محترم باشیم و شما کوبیده باشید. یه عکسی میدیدم خیلی جالب، تو این عکس کشته بود دو تا بچه داشتن با هم حرف میزدن، یه بچه اسرائیلی یه بچه فلسطینی. اون میگفت بابای من میگه که همه شماها آدمکش هستید. اون یکی بچه به این بچه میگفت بابای من چیزی نمیگه. میدونید چرا؟ چون بابای تو بابای من رو کشته. کسانی که خودشون جنایتکار هستن و صلاحیت اخلاقی و هیچ نوع صلاحیتی ندارن، چه نظراتی دارن میگم؟ شما چقدر میدارید اصلا در رابطه با اخلاق و حقوق بشر بیایید به صحبت بکنید؟ بزرگترین جنگ ها رو راه انداختید، میگید اسلام دین جنگ. بزرگترین زرافونه ها و سلاحی کشتار جمعی دنیا رو دارید، میاد مسلمان رو متهم میکنید. بزرگترین جنگ های تاریخ رو به راه انداختید، میاد مسلمان رو متهم. تنها کشورهایی هستید که استفاده از سلاحی هسته ای داشتید، میاد کشورهای اسلامی متهم میکنید. بزرگترین جنگ و قتل و غارت رو داشتید، میاد کشورهای مسلمان رو متهم. بزرگترین منع آزادی بیان رو دارید، میاد کشور اسلامی متهم کنید. 99% تو آمریکا در مقابل 1%. شما برید ببینید چه تعداد زیادی از سایت ها تو کشور آمریکا ممنوع از فیلتر هست. چند تا ماهواره ای که شبکه های ماهواره تو آمریکا ممنوع است. اینا آزادی بیان یعنی این؟ آزادی بیان یعنی چی؟ خدا دشمنای اسلام رو از احمقا قرار داده و کارهای احمقانه ای میان انجام میدن. تو اوج بیداری اسلامی ضرب شد، درصد بیداری اسلامی ضرب شد و اینجا وظیفه ما مهمتر میشه. بدونید خود اینترنت و خود ماهواره گلوگیر خود آمریکایی‌ها میشه. اسلام مخالف با بررسی نیست، اسلام مخالف با توهین هست. این یعنی حقوق بشر. حقوق بشر آمریکایی دیدید چه تبعاتی در پی داشت؟ تبعاتش گریبانگیر خودشون هم شد. آخه کدوم آدم هست به پیغمبری که برای 1.5 میلیارد انسان مقدس هست روزانه 13.5 میلیون صلوات برای میلیارد صلوات به او میفرستن، روزانه 7.5 میلیارد سلام به او میدن، فقط نمازهای واجب، اذان و بقیه مطالب و کاری نداریم، بیا توهین بکنه، تقدس زدایی بکنه. ناراحتی ما بخاطر اینه که توهین کردند. روند حرکت غرب اصلا اینطوریه، خیشتنداری خودش رو از دست داده، مثل انسانی که دیگه به انتها رسیده داره فرو میره در مرداب، مثل انسانی که آخرین ضربان قلبش داره میزنه، هر کاری میتونه انجام میده. اوباما داره میاد میگه آقا من از دولت‌های اسلامی میخوام منافع ما رو حفظ بکنن. چقدر جالب، چشم، حفظ میکنن. شما هر کاری دوست دارید بکنید. مستأصل شده دشمن. آمریکایی‌ها وسترنی فکر میکنن. تفکراتشون تفکرات دهه 1950 و 1960 اون موقع داره سیر میکنه. دیگه دوره این نیست. من از تمام بچه هایی که تو برسای بیداری اسلامی و رسانه‌ای و بقیه محیط های مجازی دارن فعالیت میکنن درخواست میکنم اینترنت و ماهواره و وسایل ارتباط جمعی اینها دریچه‌ای برای صدور انقلاب هستش، این بعد وارد بشن صدور انقلاب و گفتمان با بقیه انسان ها. غرب امواج مختلفی رو برای مبارزه با اسلام تا حالا طی کرده و در این زمان
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 60 سوال زیاد، سوال زیاد نبود که شیعه چه زیاد، اما سوال شد که شیعه یعنی چی؟ دوره اسلام ستیزی، دوره شیعه ستیزی، دوره ایران ستیزی. ایران ستیزی اونها نه به خاطر ایرانی و نجات ما هستش، به خاطر تفکر اسلام ناوی هستش که در ذهن ما هستش، تفکر اسلامی هست بر پایه حرکتی ابا عبدالله و دیدمون نسبت به ظهور حضرت حجت روحی بر محال آنمین مقدم ترابه فدا. انقلاب ایران امواج مختلفی رو برای صدور انقلاب اومده طی کرده. شیعیان تمام دنیا جرأت پیدا کردن، کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی و چه بسا کشورهای دربند غیر اسلامی. خود غرب هم مونده چیکار بکنه. اتفاقی در ایران افتاد، لانه جاسوسی که در ایران اومد و گرفته شد در بقیه کشورها هم اتفاق افتاده. چند تا سفارتخونه بهش حمله شده و اینها مستأصل شدن، موندن که چیکار باید بکنن. ظاهرن یادم هست در پیام حضرت روح الله بود که هر جا منافع آمریکا رو میبینید تهدید بکنید. این منافع به این مضمون، نمیدونم دقیقش چه چیزی بود، این منافع آمریکا، منافع شیطان بزرگ، بشریت رو داره تهدید میکنه. خود آمریکایی ها تهدید شدن دیگه، به مشکل برخوردن. بشریت رو داره تهدید میکنه، اسلام رو داره تهدید میکنه. تفکر غربی یعنی ناامید شدن، یعنی استرس، یعنی دوران پایان. همه چی تموم شده، دوران پایان علم، دوران پایان تاریخ. تفکر اسلامی یعنی دوران نشاط. ما هنوز طبق تفکر شیعه به نقطه شروع نرسیدیم، دوران بعد از ظهور از مهدی شروع میشه. نسبت ما بعد از ظهور نسبت به قبل از او تا دوره حضرت آدم 1:10. این طرف یکی که اون بر نقطه دیگه اون بر هستش. علم هنوز شروع نشده. دو کلمه از علم تا قبل از ظهور 27 داشت، بعد از او هنوز برای من شروعی نیومده. پس من هنوز تموم نشدم، اما غرب تموم شده. و این تفکر غربی به هر کسی برسه نتیجه میشه استرس، نتیجه میشه افسردگی، نتیجه میشه خودکشی. تفکر شیطان پرستی چی؟ یه آخری محله شیطان پرستی چی هستش؟ خودکشی. بکش خودتو، دیگران رو بکش. تفکر مادی به انتهای خودش رسیده، تو بعد فردی، تو بعد خانوادگی، تو بعد اقتصادی. آیا در دنیای غرب دیگه چیزی به عنوان خانواده مونده؟ ببینید دیگه چیزی به عنوان خانواده نه. چون تفکر و قوانینشون قوانین اسلامی هست، قوانین محدود انسانی هستش. در یه گزارش نگاه میکردم، رحمهای اجارهی چقدر به فلاکت رسیدن، حالا به غیر از اون بدبختی های دیگهی که در مسائل دیگهی دارن، مثل ازدواج همجنس بازا، ازدواج با برج ایفل. زنه بلند شده رفته با برج ایفل ازدواج کرده، رحم اجارهی. این زن و مرد بچه دار نمیشن، یه مادر دیگهی بچه پیدا میکنه، بچهشو میده. این بچه بالاخره اون رابطه و علقه‌ای که بین خودش و اون مادر رو پیدا کرده، این قطع میشه، اون مادر قطع میشه. اون مادر هم که نمیتونه کامل برای این مادری بکنه. ببین چقدر بدبختی، چقدر بیچارگی. انسان دوستی، مادری که بچه خودش رو ول میکنه، مادری که بچه خودش رو رها میکنه میره. اینطوری شده دنیای غرب. سیر مبارزاتی که دوباره بر علیه ادیان داشتن، در جملات کوتاهی میگم براتون، سیر مبارزه با یهودی ها، یعنی نفوذ بی خداها، نفوذ تفکر مادی در تفکر الهی و نتیجه او سامری. یهودی ها نمیگن سامری، نعوذ بالله، میگن هارون. هارون بود که مردم رو بود پرست کرد، ولی سامری، ولی سامری. نفوذ در مسیحیت، نتیجه او میشه پولس. نفوذ در اسلام، نتیجه او بنی امیه، بنی امیه و بنی عباس. و مبارزه با اسلام از طریق فساد. خودشون گفتن چیزی که
منتهی میشه با اینکه ما بخوایم جامعه اسلامی رو در هم بزنیم و ماهیت خودمون رو حفظ بکنیم، باید بمب سکس در ایران منفجر بکنیم، از طریق فساد، از طریق شراب، از طریق مواد مخدر، از طریق زندگی به سبک غربی که دیگه نه پدری باشه، نه مادری، نه خانواده‌ای، و هر کاری هم دوست داری بیای و انجام بدی. تو نگاه بکنید در اندلس چه کار کردن؟ اسلامی که اگه چند سال مونده بود تمام دنیا رو گرفته بود، چه کار کردن؟ از راه این که کاری کردن زنها داخل مسائل اقتصادی بشن، بعد فحشا بیاد، بعد شراب بیاد، بعد روحیه ایمان از دست اونها بره، وقتی که روحیه اونها از دست رفت، تقوای اونها از دست رفت، دیگه انگیزهی برای مبارزه ندن و شکست تمام مسلمونها. حکمت داره وقتی که اسلام حرفی رو میزنه. یکی از راه‌های دیگه اونها نفوذ و مبارزه با اسلام از طریق جاسوسان بود، که معروف شد که خانه علما دیواری از گوشت داره. ما وقتی که نگاه میکنید حالا این بحثا، اگه بخوایم دقیقش رو بگیم هم فرصت زیادی میخواد، به صورت کلی ما میخوایم راه های مبارزه دشمنان اسلام با اسلام رو بگیم، از راه نفوذ. یعنی وقتی که اومدن دیدن امپراتوری بزرگ اسلام همه جا رو گرفته، با این امپراتوری نمیشه جنگ کرد، گفتم میایم کشور اسلامی رو قطعه قطعه میکنیم، کوچیک کوچیکش میکنیم، و هر کشور وقتی کوچیک شد رابطه او با کشور دیگه هیچ معنایی نداره و منافع این به منافع کشور دیگه ربط نداره، ما حمله بکنیم به یک کشور کوچکی برای بقیه کشورها اهمیت نداره، کشورها رو کوچک کوچک کردن و شروع کردن کوچک کوچک رو از کوچکتر کردن و از بین بردن تمام اونها، چون دیگه اهمیتی نداشت برای اینها که اصلا اگه به عراق حمله شد برای ما اهمیت نداشته باشه، اگر به افغانستان حمله شد به عراق ربط نداشته باشه، اما اگه همه اینها یک کشور بودن، به جای کوچکی از این کشور اگه حمله میشد، تمام اون کشور درگیر میشد با دنیای استکبار که اومدن و این کار رو اومدن انجام دادن. قبل از این کار دیگه ای اومدن انجام دادن، جغرافیای مادی اسلام رو که کوچک کردن هیچی، جغرافیای معنوی اسلام، جغرافیای تفکری اسلام رو اومدن تقسیم کردن، یعنی فرق سازی کردن در عالم اسلام، اومدن گفتن شیعه وجود داره و سنی وجود داره، ما در عالم اهل سنت بیایم اهل سنتی درست بکنیم که این اهل سنت خود سنی ها رو کافر بدونن، مضافن بر این که شیعه ها رو کافر میدونن، در خود شیعیان شیعهی بسازیم که شیعیان رو کافر بدونن، مسلمن اهل سنت رو کافر میدونن. وقتی که این کار کردیم، جغرافی های فکری و تفکری و معنوی اسلام رو تحت تأثیر قرار دادیم، و اون وقتی که همه رو میتونیم از بین ببریم. لذا در میان اهل سنت اومدن وهابیت رو پایگذاری کردن که چقدر خود سنی ها رو کشتن، چقدر شیعه ها رو کشتن، چقدر اهل سنت درگیر شدن با خود وهابیت، و در میان شیعه ها بهائیت رو قرار دادن، و چه جنگ ها و چه جرم هایی. اگه واقعا بهائیت دین صلح، یه نگاهی هم به تاریختون بکنید، میبینید تو عراق و جای دیگه چقدر جرم و جنایت کردید، چقدر کمپیوتر تو مسائل سیاسی دخالت نمی کنید، چقدر دنیای استکبار رو کمک کردید تا اینکه مسلمان ها رو شکست دادن. وهابیت در دل اهل سنت، بهائیت در دل شیعه، وهابیتی که میاد آثار یهود رو نگه می داره، و بزرگترین ثوابی که در بحث و مرام وهابیت هست خراب کردن قبر رسول الله، توهین و جسارت از طرف آمریکا و صهیونیستی ها بر علیه رسول الله، و بزرگتری آزوی وهابیت خراب کردن قبر رسول الله، قبرهای دیگر رو که خراب کردن، قبر اهل بیت رو خراب کردن، قبر بزرگان دین رو خراب کردن، از اون طرف آثار یهود رو تو مدینه نگاه داشتن که با حمایت اون مثلث خبیث استثمار اومد و پایگذاری شد، اینا حمایت کردن، فیلم های توهین آمیزی که دارن میسازن، بازی های توهین آمیزی که دارن میسازن، فیلم مسئولیت مسلمون ها این هستش که تو
تو این فیلم میگه جرم و جنایت الان مسلمون ها نتیجه جرم و جنایتی هستش که پیغمبرشون انجام داده، نعوذ بالله، اون محکوم هستش. کدوم جرم و جنایت؟ آیا مبارزه و حق دفاع رو برای مردم مظلوم قائل نیستید؟ حالا مسلمون ها شدن تجاوزکار، شما شدید آدم های معصوم، شما که جرم و جنایتتون بی سابقه هستش، قابل شمارش نیست جرم و جنایت هاتون. وهابیت، توطئه وهابیت برای اونها بهتر بود، اما نمیفهمند. و توطئه های دیگه، چرا؟ چون به نفس های آخرشون رسیدند. و یکی از راه های مبارزه ای استکبار با دنیای اسلام شیوه شبه افکنی هستش. شیوه های زیادی هستش، همین شبه افکنی که میگم چه بسا گاهی اوقات کسانی که در ظاهر مسلمون و ظاهر همرزم و خودی هستن این شبه افکنی ها رو میان انجام میدن. چرا نگاه بکنید ببینید روحانی نماهایی که هستن شبه افکنی میان، اصلا ساخته و پرداخته استثمار و استکبار هستن. در اون ماجرایی که نقش شده شیطان گفت من از جلو و عقب و چپ و راست میام و انسانها رو به جهنم و به قهقرا میکشم، یکی از این سمت چپ یادم از استادم میفهمید به معنای این هستش که شبهات مختلفی میام میندازم که این شبهات در نتیجه منتهی میشه به این که دست از اسلام بردارند. مبارزه استکبار از راه نفوذ، از راه ناامید کردن مردم، از راه عالم فاسد که ضربه عالم فاسد به دنیای اسلام از ضربه که یزید به اسلام زد بیشتر است. از راه ترویج فساد، از راه فیلم های مبتذل، از راه سخت کردن بحث ازدواج، ناامید کردن مردم، فشارهای اقتصادی. و بدونید شاید این جمله چیزی هستش که با صحبت‌های مختلف با مبلغینی که در کشورهای دیگه میان تبلیغ میکنم به دست بردم، واقعا چشم شیعیان بقیه کشورها و بقیه مسلمان‌ها به ایرانه، ببینن ایرانی ها وایستدن یا نه، نتیجه این انقلاب چه میشود. و باید صبر بکنیم، دوره دوره امتحانه. وقتی که گفتی خدا باید امتحان بدی و پای این بیستی، لا نبنون نکن به شیء من الجوع و الخوف و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. خدا امتحان میکنه به شیء من الجوع، گرسنگی، هنوز اون امتحانا نیومده الحمدلله. نون برای خوردن داریم، آب برای خوردن داریم، خیلی خودش عظیم هستش. با این همه دشمنی که داریم ما چطوری تونستیم آب برای خوردن و نون برای خوردن داشته باشیم؟ چطوری تونستیم؟ من الجوع و الخوف و نقص من الجوع، ابدوان نکن به شیء من الجوع و الخوف، ناامنی، و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصالحین. این امتحانهایی که هستش. و بدونیم خدمت به تفکر انقلاب اسلامی و خدمت به تفکر ولایت فقیه واجب و خدمت به حکومت الله هستش. یاری پرچم داره انقلاب اسلامی یعنی لبیک یا حسین، یعنی لبیک یا رسول الله. جبهه باطل ما جبهه ابلیس هست، جبهه باطل هست. این جنگ، جنگ حق علیه باطل هستش. اللهم عجل لولیک الفرج.